رابطه با موفقیت رهبران زن در مقابله با کرونا، گفتگوی با پرستو سرمدی، فعال حقوق زنان داریم. خانم سرمدی سلام، آیا به نظر شما اساساً جنسیت در سبک‌های مدیریت و حکمرانی تأثیری داره؟ سلام عرض میکنم خدمتون. بله، من فکر میکنم که تأثیر داره و این تأثیر رو مطالعات مختلف هم نشون داده. خب جنسیت یک سری روحیات خاصی رو به افراد میده که اون روحیات میتونه تو مدیریت ها مؤثر باشه. در مورد زنان ما این روحیات مادرانه و زنانه رو میبینیم که گاهی میتونه خیلی توی مدیریت های منعطف تری و با توجه بیشتری به ویژگی های انسانی نیروهای کاری که در یک محیطی کار میکنن به وجود بیاره. حالا در بحث کرونا این مسئله مطرح شده، کشورهایی که دارای مدیران زن هستن و موفقیت بیشتری کسب کردن، که خب به هر حال ما نمیتونیم اینکه تعداد زیادی از کشور موفق مدیر زن داشتن رو نادیده بگیریم، هرچند که تحقیق علمی هنوز در این مورد نشده که بخواد دقیقا این رو ثابت کنه، اما به هر حال یکی از پارامترهای موثری موضوع بوده. ببخشید من صدام خیلی تو گوشم میپیچه و یکم سخته برام. درسته، دوستان در اتاق فرمان حتما تنظیمات لازم رو انجام میدن. سرکار خانم، در فرمایشاتون اشاره کردید به این که به مسئله مادری و مادر بودن و حس مادر بودن، آیا این خودش کلیشه جنسیتی علیه حضور زنان در حکمرانی و سمت‌های مدیریتی نیست؟ نه، به نظر من نباید باشه، برای اینکه متاسفانه ساحت‌های مربوط به سیاست یا مدیریت که تعریف شده یک جور ساحت‌هایی که یک نزاع یا یک خشونتی مربوط به اون دیده میشه، در صورتی که لزوماً این نباید به عنوان پارامترهای مؤثر توی این ساحت قدرت، سیاست یا مدیریت باشه. همچنان که ما میبینیم تا الان تأثیرات منفی زیادی هم گذاشته. زنان یه سری خصوصیاتی دارن که این خصوصیات تو حوزه خصوصی ما نباید بخوایم که فقط بمونه، اینا میتونه به حوزه عمومی وارد بشه و تاثیرات مثبتی بذاره. خصوصیات مثل همدلی، مثل مراقبت کردن از افراد، مثل یه حس مادرانه و نگاه انسانی تر داشتن، که به نظر من این اگه وارد حوزه عمومی بشه میتونه این حوزه رو صلح طلبانه تر و انسانی تر کنه و حقوق انسان ها رو بیشتر تون در نظر بگیره. و ما اینو حتی توی ما میبینیم توی کشورهایی که وارد مناقشه میشن، حتی یه توصیه سازمان ملل هست که برای رفع این منازعات مدیران زن رو به کار بگیرید، چون اینا میتونن مناقشات رو با خشونت کمتری به سرانجام برسونن. یعنی این تصور که حتما باید ساحت سپهر عمومی، عرصه های عمومی، عرصه های خالی از عواطف و احساسات انسانی و توجه به مسائل خاص انسان ها باشه، به نظر من یه دیدگاه رد شده است که اثرات منفی بسیار زیادی داشته. ما خشونت های زیادی که در سطح جهان میبینیم، نادیده گرفتن حقوق انسان ها، اینها اثرات این تصور منفی بوده که باید در عرصه عمومی وجود داشته باشه. درسته. خانم سرمدی، در بستر این خصایص و ویژگی های مادرانه که ازش صحبت کردید، عوامل موفقیت رهبران زن رو در برهه های مثل مقابله با کرونا چه میدونید؟ ببینید، من وقتی مطالعه میکنم برای که تونستم موفق بشم و رهبران زن داشتم، مثل آلمان، مثل تایوان، مثل ایرلند، کشورهای اسکاندیناوی، اینا کشورهایی هستن که ما میبینیم خیلی سریع نسبت به شیوع ویروس کرونا واکنش نشون دادن. یعنی سریع مرزا رو بستن، فاصله اجتماعی گذاشتن، تست های سریع رو شروع کردن گرفتن، در حالی که تو همین زمانی که این کشورها رهبرانشون داشتن این کارها رو انجام دادن، یک سری رهبران مرز در جهان، مثلا رئیس جمهور آمریکا یا نخست وزیر انگلیس، این مسئله رو انکار میکردن که اصلا ما شیوع گسترده کرونا داریم، به این دلیل که نگران بودن شاید این مسئله باعث بشه که خیلی فعالیت اقتصادی تعطیل بشه. من تصور میکنم که این مدیریت زنانه اولویت بیشتری رو به حمایت و به حفظ سلامتی انسان ها میداد توی این حوزه تا جاهایی که رهبری مردانه میبینیم ما.
یعنی به هر حال این کشورها مود رهبرانشون مسائل اقتصادیشون براشون اهمیت داره، اما مسئله اولویت گذاریه. اولویت رو من فکر میکنم تو این کشورها حفظ جان انسان ها و حفظ سلامتی انسان ها داشته، بعضی از کشورهای دیگه این رونق اقتصادی و این کسب و کارهای اقتصادی از کار نیفتن داشته. درسته. به عنوان سوال آخر خانم سرمدی، این تجربه موفقی که 10 مدیر زن در سطح بین المللی در جهان داشتن که در واقع ریاست دولت ها رو در کشورهای مختلف داشتن، آیا به نظر شما میتونه رقم زننده آینده خوشبینانه برای حضور بیشتر زنان در واقع پست های عالی مدیریتی و حکمرانی باشه؟ من به نظرم حتما باید باشه. یعنی اگه جهان میخواد بره به سمت جهانی که صلح در اون بیشتر باشه، مناقشات خشونت آمیز در اون کمتر باشه، انسان ها ابعاد مختلف به یک انسان بیشتر مورد توجه قرار بگیره، به نه اینکه قدرت یا اقتصاد توجه اصلی رو داشته باشه، حتما باید به سمت زنانه تر شدن بره. و این زنانه تر شدن به این معنی نیست که هر مدیر زنی بذاریم حتما این ویژگی رو خواهد داشت. یعنی متأسفانه بعضی هم مدیران زن هم بودن که روحیات خشن داشتن یا روحیات متأسفانه باید بگم مردانه داشتن، یا مدیران مردی هم میتونن داشته باشن که این روحیات زنانه رو در خودشون تقویت کنن. یعنی به نظر من اون بود زنانه مهمه، حالا میتونه در هر دو جنس وجود داشته باشه این بود زنانه. ضمن اینکه تو کشور ما هم خیلی مهمه، یعنی تو کشور ما جز کشورهایی که زنان بسیار حضور کمی در قدرت دارن، حضور 6% دارن. یعنی رئیس جمهور زن نداشتیم، تو هیئت وزرا فقط 1 زن داشتیم در 40 سال اخیر، توی مجلس فقط 6% زن داشتیم. و این کشوری که اینقدر الان با مسائل و مشکلات مختلف اجتماعی مواجهه، برای اینکه بتونه خیلی مسالمت آمیز از این مشکلات عبور کنه، به نظرم خیلی مهمه که زنان توش حضور موفق تری داشته باشن. تشکر میکنم از شما. پرستو سرمدی بود، فعال حقوق زنان.